خب، به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند، چه اونهایی که در زوم هستن و چه دوستانی که در به اصطلاح اتاق هستن تو مرکز ابن سینا هستن و این جلسات رو دارن پیگیری میکنن. من خدا رو شاکر هستم که ما جلسه گذشته ضمن اینکه دفتر اول مثنوی رو تمام کردیم، حتی یه ریویو هم انجام دادیم کل اون داستان‌های 22 گانه رو مورد بحث و بررسی مجدد هم حتی قرار. امروز با یاد و نام خداوند انشاءالله به اصطلاح دفتر دوم رو هم دیگه شروع کنیم و پیش بریم تا ببینیم که خداوند چی میخواد و تا کجا میتونیم به اصطلاح کار رو پیش ببریم. من اگر اجازه بدید این برم روی پارتیسیپنت، همه رو میوت میکنم، اما این اجازه رو براشون باقی میذارم که هر وقت خواستن بتوانند که خودشون از میوت در بیارن و دوستان صحبت کنن، فقط به خاطر اینکه یه وقتی کسی تلفن میکنه نمیدونم مسائلی پیش میاد، مشکلی در سیستم ما، اخلالی در سیستم ما ایجاد بشه. خب، من ضمن عرض سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز خودم در روم و زوم با اسکرین شیر میام و برنامه خودمون رو آغاز. آغاز برنامه ما هم هست از دفتر دوم مثنوی، ماه پنداشتن آن پیر موی ابروی خود را در زمان عمر. میگه ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوهی دویدند آن تا هلال روزه را گیرند فال. آن یکی گفت ای عمر اینک هلال، چون عمر بر آسمان مه را ندید گفت که مه از خیال تو در، ورنه من بیناترم افلاک را، چون نمی بینم هلال پاک را. ببینید داستان از این قراره که وقتی که ماه مبارک رمضان اتفاق میفته، میدونید که در یک نزدیک غروب یه دوره خیلی کوتاهی ماه ظاهر میشه، اونم به صورت یه هلال بسیار بسیار باری که بعد زود هم بین میره. اون آغاز ماه مبارک رمضان. بنابراین قدیما حتی از بچه ها استفاده میکردن، چون بچه ها چشماشون قوی تر و تیزتر و یربا، میگفتن که برید مثلا بالای پشت بون یا روی مناره مسجد و اینا، حدس میزدن که ماه مبارک این روزا شروع میشه. بچه ها میرفتن نگاه میکردن، چون چشماشون هم قوی بود، تا میدیدن میدویدن میمدن مثلا به پیش نماز مسجد یا فلان میگفتن، بعد بهشون جایزه میدادن پیش نماز و اینا، یه هدیه‌ای بهشون میدادن با خاطر که ماه مبارک رو دیدن. این حرفا بچه‌ها خوششون میومد، ذوق میکردن از این کار. اینا رفتن بالای پشتبان نگاه میکنن، در زمان به اصطلاح حکومت عمر ابن خطاب میرن اینا رو نگاه میکنن، پیر مرد نگاه میکنه که من حلال هلال ما رو دیدم. بعد عمر میگه خب کجایی؟ مثلا اونجا رو نشون بده. اون بعد عمر نگاه میکنه نمیبینه، میگه هلالی وجود نداره. خوب دقت کن، میگه گفت که عمر بهم پیر مرده گفت تر کن دست رو بر ابرو به ما، آنگهان تو در نگر سوی هلال، چون که او تر کرد ابرو مه ندید. گفت ای شه نیست مه شد ناپدید. گفت آری موی ابرو شد کمان، سوی تو افکن تیری از گمان، چون یکی مو کج شد او را راه زد، تا به دعوی لاف دید ماه زد. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کج شد چون بود. ببینید چقدر قشنگه. عمر میگه که ببین این انگشتتو ترک و به مال به ابرو، بعد دو مرتبه نگاه کن. این بنده خدا که دیدی پیرمردا ابروهاشون بلند میشه بیا جلوی چششون رو میگیره، این یه موی ابروش اومد دو جلوی چشش نگاه کرده و بگه هلال ما بود. بعد عمر میگه این ابروش اینجوری کن نگاه کن، میگه ماه رفت. میگه بله از اول نبود، شما تصور میکردی یه موی ابروت اومد دو جلوی چشش. بعد مولانا خیلی ساده ببین چه جنبندی قشنگی از میگه، ببین یه موی عبود میاد جلوی چشت کج میشه، میاد جلوی چشت گردون رو دیگرگون میبینی، حالا اگه همه اجزاد کج بشه چه اتفاقی بسد باید. خیلی خیلی موضوع جذابه. بعد میگه راست کن اجزاد را از راستان، سرمکش
ای راست رو زان آستان. میگه همه اجزات رو مثل راستان راست کن و از اون مسیر خودتو دور نکن، چون اگه کج میشی دنیا هم کج میبینی، ها دنیا هم کج باید برخورد. بعد میگه که راست کن اجزات رو از راستان، سرمکش ای دوست، سرمکش ای راست رو زان آستان، هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. هر که با ناراستان هم سنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. رو اشد دا کفار باش، خاک بر دلداری اقیار باش، بر سر اقیار چون شمشیر باش، هین نکن رو با بازی شیر باش. میبینید میگه برو خودتو با راستان هماهنگ. این البته رو اشد دا کفار باش سوره بقره است، دیگه میگه که محمدن رسول الله، الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. میگه محمد رسول خداست و کسانی که با او هستند با کفار شدید و با بین خودشون با هم دیگر چن مهربان است. دیگه میگه سعی کن با راستان باشید و از مسیر راستان دور نشید. بعد میگه که پس تازه غیرت از تو یاران نکسلن، زان کان خاران ادب به این گلن، آتشن درزن به گرگان چون سپند، زان که آن گرگان ادب به یوسف. اینا همه اشارات دیگه، اشارات به اصطلاح داستانهای قرآنیه دیگه. میگه که اون پلیدی ها خارها اینها رو در آتش بسوزان، زیرا که اون خارها و پلیدی ها مانند گرگانی هستن که به یوسف حمله کردن. خب گرگی به یوسف حمله نکرد، ولی داستان قرآن اینه، میگه که برادران یوسف وقتی یوسف رو انداختن تو چاه، برای اینکه خودشون رو مظلوم نشون بدن، رفتن یه گوسفندی رو سر بریدن، بی زحمت گوشتش اونجا خوردن، کباب کردن خوردن، خونش رو ریختن رو لباس یوسف و بعد اینو برداشتن بردن لباسم پاره پوره کردن، بعد بردن پیش حضرت یعقوب گفتن که ببین ما رفتیم با هم مسابقه بدیم، بازی کردیم با هم مسابقه بدیم، به اینم گفتیم اونجا باش، مثلا مواظب این چه بدن وسایلمون باش. این که نشسته بود گرگ اومد اینو خورد، به دروغ اینو گفتن. میگه زان که آن به اصطلاح گرگان عدو به یوسف هن. اینا مانند همون برادران دشمن یوسف هن که از حسادت چیکار کردن، یوسف رو ظاهرا کشته به اصطلاح نشون داد. بعد میگه حالا این خیلی جالب، میگه جان بابا و یدت ابلیس، این تا بدم بفریدت دیو لعین، این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را اون سیه رخ مات کرد، بر سر شطرنج چست است این برا، تو مبین بازی به چشم نیم. ببین اینا همه یه دونه قصه چه بدم سه بیتی گفته مولانا، این همه مطلب از توی سه بیت در رو، این همه نکات اخلاقی. سه بیت قصه این بود دیگه، پیرمرده شب ماه روزه بود، پیرمرده رفت ماهو ببینه، ابروش اومده بود جلوی چشمش، فکر که این هلال ماه، عمر گفت نه آقا جان این هلال ماه نیست، این بوی ابروی توی که کج شده. قصه تمام شد، قصه همین بود. اما ببین هزار و یک نکته از توش در بیم. ببین یه موی ابروت که کج میشه دنیا رو کج میبینی، سعی کن با کجا نشسته برخواست نکنی، چون اگه مثل با کجا برخواست کنی مثل برادرهای یوسف میشی ها، که دنیا رو کج میخوای بکنی به خاطر امیال شخصی خود. و بعد هم میگه که اون این پلیدی ها رو به آتش بکش، زیرا که این پلیدی ها تو رو به پلیدی. و بعد میگه که حواست به شیطون باشه، شیطون تو رو وسوسه میکنه. اتفاقا وسوسه هم که میکنه نمیاد بگه بیا بریم قمار بازی، بیا بریم مثلا چه میدونم چیچی بازی، هر چیز بد بازی، هر چیزی که بده این کار رو بکن، اون کار رو نگه. نه اتفاقا میاد میگه عزیزم قربونت برم، من دوستت دارم، من خیرخواهتم، ببین اگه بیای مثلا پول تو توی بورس و توی استاک مارکت و اینا بذاری خیلی گیرت میاد. استاک مارکت یه نوع قماربازیه، خودتون میدونی یا یه نوع قماربازیه، رو کراسی طرف هم بده خیلی پول گیرت میاد، بیچاره پولی گذاشتی توی
حساب بانکی 0.2% میخواد به سود بده، خاک اون سر. مثلا اینجوری حرف میزنه، من خیرخواهتم، بیا برو فلان استاکو بخر، برو فلان کارو بکن، بیا برو. آدمای گرفتار هستن که به پول نیاز دارن، برو بهشون ربا بده، برو بهشون قرض بده به جای 2% و 5%. معذرتون الان این شرکت ها مؤسسات دیدی هر کاری میکنی فوری یه دونه کردیت کارت میخوان بهت بدن. دیدی شما هر چیزی میسیس میری کردیت کارت میخواد بده، والمارت میخواد بده، نمیدونم سی وی اس، هر جایی شما برید میخواد. یکی میدونی برای چی؟ برای اینکه عاشق این هستن که تو بری خرید، خرید و برات آسون میکنن، راحت میکنن. عاشق این هستن که ندی پولشو ندی، وقتی پولشو نمیدی بدهکار میشی، و چون بدهکار میشی باید سود اون کردیت کارت رو چیکار کنی؟ مرتب پرداخت کنی. اونجوری تو رو به اصطلاح به دام خودشون میندازن. اینه که حواستون و ظاهرا هم اینه که آقا ما کار خرید رو براتون رسون کردیم، ما خیلی هم شما رو دوستتون تازه تحقیق هم میدیم، اینجوری هم میکنیم، اونجوری هم میکنیم، ولی دامه، در واقع یک دام. پس برابرین دیگه حواستون به این باشه، جان بابا گوید از ابلیس هین، تا به فن بفریدت از دیب لوین. این چنین تلویس با بابات کرد، آدمی را آس یا روخ مات کرد. یعنی چی گفت؟ اومد به آدم و حوا گفت ببین من شما رو دوستتون دارم، میخواید رستگار بشید، میخواید عمر جاودانه پیدا کنید و هرگز نمیرید، کاری نداره، بیا اون سیبه برو یه دونه از اون سیبا بخور، دیگه عمر جاودانه پیدا میکنی، هیچ غمی از غم و غصه ای نداری که مبادا یه روزی بده. خب ظاهرا خیرخواهی هم کرد دیگه، بعد اینا رفتن خوردن گرفتار شدن و اون داستان ها که دیگه خودتون میدونید. بعد میگه که بر سر شطرنج چست دادیم، چست است این قراب، قراب یعنی کلام، بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیست. میگه این شیطون شطرنج بازه، 10 تا حرکت رو از قبل پیش بینی کرده که این حرکت رو میکنی، تو اینجوری میکنی، اون این کار میکنی، تو اینجوری میکنی، 10 تا 15 تا حرکت رو قبل از شما پیش بینی کرده، هی راه جلو پات میزه، بالاخره یه جا گیرت میده، حواسش هم شیلنگ جمعه، کلاق دیگه چشماش که باز و اینجوری زل زل حواسش جمعه. بنابراین میگه مواظب باش که نه فریب زبون چرب و نرمش رو بخوری، نه فریب، و حواست هم جمع باشه، تو این بازی تو رو شیلنگ میپیچونده، مراقب بازیت باش. خب زن که فرض این بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی، در گلو ماند خس او سال تاست، چیست آن کس مهر جاه و مال. مال خس باشد چو از ای بی ثبات، در گلویت مانع آب حیات، گر برد بالد عدو پرفنی، رهزنی را برده باشد رهزنی. میبینید میگه که فرزین بند میده، فرزین بند میده یه تو شطرنج نمیدونم اونا که اگه بلد باشید نمیدونم رخو میارن جلوی وزیر فلان بیسا، بالاخره وزیرش رو ازت میگیرن، خب وزیرم یه مهره خیلی مهمیه توی بازی، چون حرکت‌های مختلفی رو انجام چپ راست اوریب هر نوع حرکتی میتونه انجام، وقتی این ازت گرفت یعنی تو رو چیکار میکنه؟ دست بالتو بسته دیگه، و میتونه که مشکلات برات ایجاد. میگه که این شیطون حب جاه و مال در دلت ایجاد میکنه، و حب جاه و مال تو رو چیکار میکنه؟ تو گلوی تو رو میگیره، و این گلو گرفتن مانع میشه که آب حیات را بتوانی. آب حیات هم آبی است که به تو زندگی جاودانه میده. متو زندگی جاودانه ما زندگی مادی نیست، زندگی معنوی است. توجه کردی؟ میگه جلوی اون میگیره، با حب جاه و مالی که در دلش میندازه تو رو درگیر این زندگی مادی روزمرت میکنه و از زندگی عقوبات رو چکار میکنه محبوب. خب این از این. حالا نکته اینه که ما یه چیزایی رو میخواییم در حالی که نمیدانیم آنچه که میخواییم به ضرر ماست، و از این هم در سوره بقره است، بعد از اون سوره، بعد از اون آیه معروفی که میگه که لا اکراه فی الدین، به اصطلاح هیچ اکراهی در دین وجود ندارد،
و اون ولی اونهایی که به خدا ایمان میارن خداوند اونها رو از تاریکی به نور هدایت میکنه و آنهایی که به طاغوت و به چه میدونم شیطان و پلیدی روی میآورن شیطان اونها رو از نور به ظلمات میبرن. اینه میگه بعدش این داستانه بسر این که شما یه چیزایی رو میخواهید آرزو میکنید در حالی که به نفع شما نیست و یه چیزایی بلتون میاد در حالی که لطف خداوند بیشتر آن است. گاهی اوقات خداوند به خاطر محبتی که نسبت به شما داره آنچه را که میخواهید بهتون نمیده. دعا میکنید از در قلب و صدر فکر میکنید خیلی خوبه اگر مثلا دخترم با این پسر ازدواج کنه حتما خوشبخت میشه. میدونید چون پسره رو دیدی چه میدونم آدم حسابیه، مثلا پولدار، نمیدونم پست پوزیشن خوبی داره، خوش قیافه است، فلانه، بیای دخترم با این ازدواج کنه حتما دختر من خوشا. نمیدونی برای تو قلب اون پسر چی میذاره که نمیدونی که مش میدونی. خداوند زمینش رو فراهم نمیکنه، ناراحت میشی، قصه میخوری، ولی بعدا وقت یه خبری میشنوی که اوه چه خوب شد که دخترم با ازدواج نکرد، چه خوب شد پسرم با این دختره. توجه کردید؟ این نکات نکات مهمه. حالا دقت کنید، میگه داستان دزدیدن ماری را مارگیری از مارگیر دیگر. دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت میشه. وارهید آن مارگیر از زخم مار، مار کشت آن دزد خود را زار زار. خیلی جالب، یه مارگیری رفته یه ماری رو پیدا کرده، مثلا مار کبرا فرسو، خیلی کمیابه و خیلی قدرتمنده و فلان، بیسا قیمتیه، اینو دزدیده، میگم دزدیده، این رفته گرفته بیچاره تو کوه بود. یه مارگیر دیگه ای که دزده اومده، این فهمیده این یه مار خوبی مثلا شکار کرده، رفته این مار اینو دزدیده از توی انبانش، از توی خونش، از هر جا برش برده خونه خودش. بعد ماره از توی اون باکس به قول معروف one way or another به قول این فرنگی ها یه جوری اومده بیرون، اون یارو رو زده کشته، مارگیر دزده، مارگیر دزده کشته. صبح شده این یکی مارگیر صاحب مار به قول معروف اومده، ای مارم نیست توی باکسم، قرار اینجا باشه، کجاست فلان، میفهمه دزدیدن ازش. بعد نگاه میکنه زار و شیون از خونه بغلی داره بلند شده که همکارشه اون یکی مارگیر، میره نگاه میکنه میگه آره این مار خودمه، مار من اینو زده کشته، چه خوب شد که من نگهش نداشتم. اولش خیلی قصه خورد که مارمو یارو دزدیده، اما ولی حالا چی؟ حالا خوشحال شد که چه خوب شد، این چه مار خطرناکی بود، اون رو زد کش، اگه پیش من بود برمی کش. درست کردیم؟ دیگه که مارگیرش دید پس بشناختش، رفت ماره رو دید که اون یکی رو کشته، مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش، در آمی خواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. میگه من همش دعا میکردم که مارم و یارو گیرش بیارم برم مارم ازش بگیرم، ولی حالا عجب مار خطرناک خوب شد گرم. بعد یه شکر حق را کان دعا، شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشت آن سود شد، بس دعاها کان زیان است و حلا، و از کرم می نشنود یزدان. این دقیقا ترجمه آیه قرآنه که خداوند میگه بسیاری از دعاهایی که شما میکنید خیال میکنید که خیلی براتون وجود داره، ولی خداوند چون میدونه که این خیلی برای شما نداره، خداوند گوش نمیکنه، دعاتون رو قبول نمیکنه، نمیپذیره. شما ممکنه ناراحت هم بشید، بگه خدا یا اینجوریه مثلا، ولی بعد میفهمی که این چه خوب شد که نشد. بعد میگه مصلحت لو یعنی کی؟ خداوند مصلحت لو، مصلحت را داند و کندعا را باز میگرداند، دعای شما را بس میزنه، قبول نمیبره. واندعا گوینده شاکی میشود، میبره زن بد و آن بد بود. میگه ببین خدا دعای من قبول، عجب خدا اینطوریه، ناراحت میشه. میگه نه تو نباید ناراحت بشی،
حتی اگر دعا کرد و دعای تو مستجاب نشد، بدون که خیلی برات وجود داشته که خداوند نبذاره. این بده که شما شک بد نسبت به خداوند ببرید. بعد میگه که میدناند کو بلای خیش خواست، بس کرم حق آن بدو ناورد راست. بعد متوجه میشی که حلاجت بود اگر اون ماره رو پیشت میمون اینجا. خب حالا این یه نکته. مولانا همین مطلب رو در چند تا داستان به زیبایی اینا رو همه رو بیان، چیزهایی که ما فکر میکنیم که خیر و صلاح ما در آنهاست، اما واقعا خیر و صلاحی برای ما وجود نه. التماس کردن همراه عیسی علیه السلام، زنده کردن استاها از عیسی علیه السلام. چون میدونید که یکی از معجزات حضرت عیسی چی بود؟ این بود که میتوانست مرده ها رو به اصطلاح زنده بکنه، دعا میکرد و مرده زنده میشد. حالا میگه که گشت با عیسی یکی ابله رفیق. خوب دقت کنید به این کلمه ابله. یه آدمی که آدم ابله آدم بد نیست، فکر نکنید آدم ابله آدم مثلا چه میدونم چاقوکشه، نمیدونم آدم بدیه یا مومن، چونم آره آدمی که حقایق و مفاهیم رو درست درک نمیکنه، الزاما آدم بدی هم نیست. ممکن خیلی آدم نمازخون هم باشه، حالا مثال میزنم، خیلی آدم خیری هم باشه، آدم بدی نیست، ولی مفاهیمی رو که بعد درک میکنه درک میشه ابله. بوله اساسا بوله اسمش. خب گشت با عیسایی که ابله رفیق، استخوانها دید در حفره عمیق. حالا اینم که میگم چرا، برای که حضرت عیسی باش رفیقه، یه اون اومد با عیسی رفیق شو. حضرت عیسی با آدم ناجور که رفیق نمیشه، که با آدم تبهکار و فلان که رفیق نمیشه حضرت عیسی. پس بنابراین اون اومده با شاید از یکی از پیروان عیسی هم بوده، شاید خیلی هم مؤمن بوده بیچاره. گوش میدی؟ میگه گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوان‌ها دید در حفره عمیق. گفت ای همراه آن نامستنی که بدان مرده تو زنده می کنی، مرمر و آموز تا احسان کنم، استخوان‌ها را بدان باجان کنم. میدونی ایشون داره با حضرت عیسی میره، میگه که تو میبینی که یه مش استخوان مثلا اونجا ریخته. خب خیال میکنه این شعبد بازیه دیگه، آدم ابله. به عیسی میگه که ببین اون دعاهایی که میخونی ها که مرده ها زنده میشن فلان، خیلی کاری جالبیه، لطفا اینو به منم یاد بده که منم مثلا یه مرده ای رو زنده بکنم از این حرف. این حرف رو به حضرت عیسی بده. گفت خاموش کن، کان کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست، کان نفس ها حد باران پاکتر، و از فرشته در روش چالاکتر. میبینید عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن اخلاق شد. ببینید برمیگرده بهش میگه حضرت عیسی میگه ببین این چه حرفیه که تو میزنی، تو نمیتونی این کار انجام بدی، مگه بچه بازیه، مگه شعبده بازیه؟ اگر من دارم این کار رو انجام میدم، یک اولا من یک کوالیفیکیشن دارم برای این کار، قابلیت این کار رو دارم، نفس پاک میخواد، قلب پاک میخواد، ایمان بسیار نیرومند میخواد این کار، و بعدم من برای خوشایند حسن و تقی و اینا که این کار نمی کنم، مثلا برم خالم رو زنده کنم و خالم مثلا زنده بشه خیلی خوشحالی کنم، یارم مثلا فلان کس همسایه‌مون رو مثلا فلان، نه من برای این کاری کنم کن. من برای این که حالا یه مورد یا دو مورد برای که مردم هدایت بشن ممکن این کار خداوند به من اجازه بده، اونم تازه با مجوز خداوند، نه اینکه خودم هر لحظه که بخوام. اینا رو میگه خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ میگه ببین عصای موسی در دست موسی است که میشه معجزه، میشه اژدها، میشه نمیدونم فلان که فرعون رو مثلا به زیر میکشه، وگرنه هر چه میدونم
حسن آقایی، اکبر آقایی نمیتونه بره اسلحه موسی رو بگیره دستشون بشه اجرا که اینجوری نیست. یه موسایی میخواد یه عصایی تو دستش، نه هر کسی برای این میخواد هدایتش کنه که بگه آقا این کار تو کار شما نیست، نه بچه هم بکنه. بعد دیگه گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. میگه خیلی خوب، اگه من نمیتونم این کارو بکنم خودت بخون. این دنبال چیه؟ دنبال سرگرمیه. این طرف دنبال سرگرمیه، دنبال هدایت و این حرفا نیست. گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است، او مرده بیگانه را جوید را. میگه ببین خدای این حضرت موسی، حضرت عیسی من سرش کرده با این که حالیش نیست که با خدا راز و نیاز بود. میگه خدایا این چرا حواسش پرته؟ نمیگه نمیگه عیسی روح منو زنده کن، قلب منو باز کن. خودش مرده، حالیش نیست، از من نمیخواد من هدایتش کنم. به من میگه برو این استخونهای مرده رو زنده کن. آخه این چرا، این چه جوریه؟ با خدا راز و نیاز دیگه میکنه. خوب دقت کنید، میگه مرده میگه مرده خود را رها کرده است، او خودش مرده، روحش یعنی مرده، منظورم این مرده بیگانه را جوید رفو. مرده یه مش استخونه که اونجا ریخته رو میگه خوب کن. آن که تخم خار کارد در جهان، هان هان او را مجو در گلستان. یه اونایی که تخم خار در جهان میکارن مطمئن باش خارستان رشد میکنه براشون، گلستانی رشد نمیکنه داره براشون. یک گرگلی 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 گیرد به کف خاری شد، ورسوی یاری رود ماری شد. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. میگه ببین آدم های ابله اینطوری هم دیگه، آدم های ابله. این که گفتش که پیامبر اکرم، حدیث داریم از پیامبر، پیامبر میگه که من از آدم های ابله به اصطلاح دوری میکنم، چون که اگر آنها به من عسل بدهند، اون عسل در دهان من به زهر تبدیل میشه. آدم های ابله یعنی چی؟ یعنی دوستیشون دوستی خالق خرس است. میگه قصه داستان خالق خرس اینجوریه. بنابراین از ابله باید چیکار کرد؟ دوری کرد. حالا این دقت کنید، میگه اگر آدم های ابله گل تو دستشون بگیرن، گل تبدیل به خار میشه. دیدید اونایی که ابله هن چه میدونم بخت آزمایی برنده میشن میلیاردی، بعد خودشون رو خانوادهشون از دست میدن، زندگیشون رو به تباهی میکشن. این همین دیگه، گلی که تبدیل به خار میشه. بعد میگه که بر سوی یاری رود ماری شود، میخواد بره به یکی کمک کنه، تبدیل به مار میشه، کمکش هم به ضرر تبدیل میشه. بعد میگه کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. یه عده‌ای هستن که خاک و تبدیل به کیمیا میکنن، تبدیل به طلا میکنن. یه عده هستن که طلا تبدیل به خاک میکنن. پس بنابراین اونا کیمیاگرای ابله اونجوری هستن، کیمیاگرای متقی اینجوری. بعد میگه کاملی گر خاک گیرد زر شد، ناقص زر برد خاکستر شد. چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در پاها دست خداست. دست ناقص دست شیطان است دیو، زن که اندر دام تکلیف است و ریو. ببینید دیگه که انسانهای متقی که کیمیای به اصطلاح خوبی و زیبایی هستند، چون نفسشون، چون حرکتشون در راه خداست، به همین دلیل هر کاری که انجام میدن خوبه. شما شنیدید میگه که انسانهای مؤمن حتی خوابیدنشون عبادته. اینو میدونستید؟ اینو حدیث داریم. انسانهای مؤمن، انسانهایی که قلب پاک دارن، انسانهایی که خوب هستن، اینا وقتی میخوابن، خوابم که اصلا عبادته برشون، خداوند براش ثواب قرار. میدونی چرا؟ خیلی ساده است. جوابشون خیلی ساده. برای اینکه
استراحت داره میکنه که انرژی بگیره، که وقتی بلند میشه بیدار میشه کار خوب انجام. توجه کردی چی میگم؟ این ذخیره انرژی است که میخواد کار خوب بعد از اون انجام بده. این خیلی ارزشمنده. میگه حتی مؤمن وقتی هم که میخوابه خوابش عبادته، خداوند براش ثواب میده. چه برسه که وقتی که داره کار خوب انجام بده که دیگه فبح المراد. خب اینو میگه. ولی آدمایی که بدجنسن اونا وقتی هم که میخوابن خوابشون هم کفره، خوابشون هم کفره. واقعیت و قضیه اینه که چون نشسته وقتی هم داره میخوابه داره نقشه میشه چه به درستختگی فردا انجام بده، برای چه بلای سر کی بیاره. واقعیته، واقعیته این کار بود. خب حالا خوب دقت کن. میگه خواند عیسی نام حق بر خداوند. به عیسی فرمود که حالا اینجا من نیوردم ولی توش هست، خداوند به حضرت عیسی فرمود که عیسی اب نداره، برای اینکه درس عبرت بشه برای دیگران بگو اون نام سنی رو برای این استخوان‌ها بخون. خواند عیسی نام حق بر استخوان از برای التماس آن جواب. حکم یزدان از پی آن خامر صورت آن استخوان را زنده کرد. از میان برجست یک شیر سیاه، پنجه ای زد کرد نقشش را تمام. کلش برکند و مغزش ریخت زود، مغز جزوی کندرو مغزی نبود. گربه را مغزی بودی زشکستنش، خود نبودی نقص الا برتنش. گفت عیسی چون ستایش بود، چون شتابش بود. گفت زن رو که تو زو آشوف. همینیم وقتی که حضرت عیسی اون دعا رو خوند، حضرت عیسی بنده خدا نمیدونست چیه که روی موش و سخان پوسیده بود، اونجا دیر ریخته بود، حالا آدم بود، شطور بود، چی بود. اتفاقا دعا رو که خوند شیر سیاه، شیره زنده شد. شیره زنده شد، پرید یه آقای ابله رو چکار که زد و کشتش. و حضرت عیسی گفتش که تو چرا زدی اینو کشتش؟ تو برای که او تو رو ناراحت کرد، تو رو ناراحت کرد، گفت تو آشفته شدی، تو سعی کردی هدایتش کنی ولی اون گوش نکرد، و چون گوش نکرد من از طرف خدا مأمور بودم که ترتیبشو بدم که این درس بشه برای جامعه بشری که این کارو نکنه. گفت عیسی، حالا دقت کنید، کشتش. گفت عیسی چون نخوردی خون من؟ گفت در قسمت نبودم رزق خورد. میگه کشتیش و چرا نخوردیش؟ گفت نه، قسمت من نبود که من اونو بخورم، من مرده بودم، من نباید اونو میخوردم، من مرده بودم، سهم من نبود که یارو رو بخورم، ولی فقط به من مأموریت داده شد که باشم بکشمش، یه همه بدونن که یه چیز غلط رو اون چیزی که حقشون نیست نباید بخور. دقت کردی؟ ای بسا کس همچه آن شیر زیان سید خود ناخورده رفته. حالا مولانا چه درسی از این میگیره؟ اصلا این ربطی به اون ماجرا نداره، ولی یه حرف قشنگه. میگه ای بسا کس همچنان شیر ژیان صید خود ناخورده رفته از جهان. قسمتش کاهی نه و حرصش چکو، جسته بی وجهی وجود از هر گروه. جمع کرده ما رو رفته سوی گور، دشمنان در موطن او کرده سور. میگه ببین خیلی ها حرص دنیا رو میزنن، حرص چیزی را میزنن که سهمشون نیست. توجه کردی؟ هزار تا دروغ میگه، هزار تا حقوق‌بازی میکنه، هزار تا پدرسوخته‌بازی در میاره به کارگرای اسپانیش بدبخت رو که نمیتونه از حق خودشون دفاع کنن رو میاره مورد استعمار و استثمار قرار میده، حقشون رو میگیره، زمیناشون رو میگیره، خونه‌هاشون رو میگیره، میلیاردی میکنه. بعد یهو میفته ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. میمونه ارث برای کی؟ واسه بچه‌ش و زنش و زن دومش و زن سومش و بچه‌های نامشروعش و اینا. یه فاتحه هم براش نمیخونن، یعنی گور بلانش که رفت. میدونی؟ نمونهاش زیاد داری، نمونهاش زیاد داری. خدا شاهده یه آقایی توی ایران
اسم نمیبرم، بسیار ثروتمند، اگه اسمش ببرم شاید بشناسیش. شوهر خواهر من وکیل ایشون بود، 200 سند ملک، 200 سند، نه 200 200 مثلا 200 متر مربع زمین ها، که هر یک از این سند ها، سند یه خونه، سند یه پاسپورت، سند نمیدونم اینقدر مثلا 5000 متر مربع در کجا، 5000 متر مربع در شهرستان های مختلف و در تهران به طور خاص و به طور عام در شهرستان. وقتی که مرد اولا که قبر جا نمیشد، به زور گاش شکست تا تو قبر جا بشه، خدا شاهد حضور قدش بلند. یک، این یک. دو، سر مردش پسرش با بچه های برادرش، یعنی پسر عمو، پسر خودش با بچه روی مردش، این از رو اون میپرید اون بعد به اون لگت میزد، اون میپرید این و به این لگت میزد، با هم فوش میدادن، به این فوش میدادن که میگفتن این، اون میگفت این بابای فلان 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 شده ای تو بابای منو دق داد و مرد سر پول. یه همچین شد. این صحنه ای بوده که قصه شو دارم براتون میگم. خب این چه ارزشی داره؟ مالتی میلیاردر، مالتی میلیاردر. این قصه که دارم میگم ولی اقلا 20 سال پیشه، 15 سال 20 سال پیشه، اون زمان مالتی میلیاردر. چه فایده؟ واقعا چه فایده؟ خب جمع کرده مال و رفته سوی گور، دشمنان در ماتم او کرده سور. دشمنان در ماتم او کرده سور، جشن گرفتن، دشمناش جشن گرفتن در ماتمش، زدن و رختیدن و خوشحالی بردیم خوردیم. بچه هاشم به جایی نرسیدن متاسفانه. همین آقایی که داستانش براتون گفتم، یه پسرش تو همین آمریکا بود، ام اس گرفت و فلان شد، یه دخترش هم خلوچه شد، دیوونه شد. اینم داستان بچه باش، نه اون، نه خودش، نه بچه باش، هیچ کد. بگذاریم. نوحه‌گر باشد مقلد در حدیث، جز تمن نبود مراد آن خبیث. اینم خیلی موضوع جالبیه. قدیم ها وقتی یکی میمرد میرفتن نوحه‌گر استخدام میکردن، خیلی جالبه ها، گریه کن، این زن ها دیدی بعضی ها زار و شیون میکنن فلان، پول میگرفتن میمدن سر توی مراسم طرف گریه جیغ و داد و پای ها سر کوله هم میزدن و اینا رسم بوده، نوحه‌گر بودن. حالا مثلا دختر و پسر یارو، چه میدونم زن یارو، هم ممکن رو چهار اشکم از هم میریخته فلان، ولی اینا میمدن مجلس گرم کنی میکردن. میدونی چی میخوام بگم؟ خیلی جالبه. میگه نوحه‌گر باشد مقلد در حدیث، جز تمن نبود مراد آن خبیث. اومده پول میگیره گریزاری میکنه. بعد خب دقت کنید، نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان چاک. میگه بله، حدیث های سوزناک، میگه خاک بسترم، وای چه مردی بود، چقدر خوب بودی، چقدر اینجوری بودی، ولی این عمق نداره که. اون برای پولی که میگیره اتفاقا هنرپیشه فقط خوبیه، میدونی هنرپیشه خوبیه، ولی عمق نداره که. بعد میگه که از محقق تا مقلد فرق هست، کینچو داوود است آن دیگر صداست. میگه محقق کسی که بر اساس حقیقت به یک چیزی رسیده است با مقلد خیلی فرق میکنه. او داووده، صاحب صداست، او فقط خوده، او فقط صداست. قد کرده خیلی نکته قشنگ. منبع گفتار این سوزی بود، وان مقلد کهنه آموزی بود. هی مشو قره بدان کو گفت، بدان گفته حزین، هین مشو قره بدان گفته حزین، بار بر گاو است و بر گردون حنین، هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. میگه بله، مقلدم بالاخره یه چیزی گیرش میاد، بله بالاخره پول میدن بهش دیگه، آخر مجلس بالاخره یه پاکتی بهش میدن، یه پولی بهش میدن، اونم یه دستمزدی گرفته. اما اون کجا؟
و اونی که مثلا واقعا دختر طرفه، اونی که واقعا پسر طرفه، اونی که واقعا دلش سوخته شاگردشه، استادش مرده، شاگرد طرفه و میس میکنه اون استادش، اون خیلی با هم متفاوت هست. بعد میگه کافر و مؤمن خدا گویند، لیک در میان اون هر دو فرقی هست نیج. دقت کنید، میگه کافر و مؤمن خدا گویند، لیک در میان هر دو فرقی هست نیک. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. این فرق بین محقق و مقلد دیگه. توجه کردی که یه نفر گداست، خدا میگه خدایا خدایا خدا عزت بده، خدایا خیر بده، اینجوری اونجا اسم خدا رو مرتب، ولی برای چی نام خدا رو میبره؟ برای اینکه دل شما رو به رحم بیاره، دوزا شما بشه. اینه دیگه، از بحر نان. اما متقی گوید خدا از عین جان، اونی که عارفه و میشینه و یاد و نام خدا رو میکنه، اون از قلبش داره خدا است. الله الله میزنی از بحر نان، بی تمع پیش آیو و الله را بخوان. گر بدانستی گدا از گفته خیش، پیش آشش میگو نه کم ماندی نه بیش. سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. میگه اونی که به خاطر پول داره اسم خدا رو میبره، مانند ببخشید مانند خریست که قرآن رو بر پولش گذاشته حمل میکنه برای اینکه کاه به دست بیاره، یه آخرش کای برزن جلوش بکنه، نه به خاطر اینکه از مفاهیم قرآن استفاده. بعد میگه گر به دل در تافتی گفته لبش، ذره گرزه گشته بودی قالبش. نام دیوی ره برد در ساحری، تو به نام حق پشیزی میبری. میگه که اگر این نام خدا، یعنی درک میکرد مقام خدا بود و این خدایی رو که صدا میکنه، اگر اون واقعا مقام خدا رو درک میکرد، قالب تو میکرد از عظمت اون خدا، از درک و عظمت اون خدا غالب تویی میکرد. ولی نمیفهمه، به خاطر نان خدا خدا میگه. یه ساحر، بعضی ساحرها میدونی که میگن با جن رابطه دارن، نمیدونن دعا مینویسن، از این جنگولک بازی که شما هم شنیدید. میگه بعضیا با جن رابطه پیدا و یه کارایی میکنن، یه چیزایی گیرشون میاد، اما تو با خدا ارتباط میکنی هیچی گیرت نمیاد. وای چقدر تو بیچاره، تو همون گدا هست. اگر با خدا رابطه برقرار کنی و چیزی گیرت نیاد به جز یه مشکا یا یه دوزار پول، معلوم شد که باختی، بازنده واقعی تو هست. اینو داشته باشید. حالا خیلی قشنگه، اینا ادامه پیدا کنید. این قصه ها را این مولانا اینقدر زیبا به هم دیگه میبافه، کاملا در ردیف هم هست، کاملا یکی سپورت دیگر است، یکی سپورت. آیا دقت کنید، اندرس کردن صوفی خادم را در تیمار داشته بهیمه و لا حول خادم. من اینو بهتون اول بگم که متوجه بشید. دیدی بعضی ها رو مثلا بهش میگه که فلانی من میخوام یه ماشین بخرم، مثال میگم، میتونی به من کمک کنیم؟ ای بابا آقای چایچی حرفا چیه به ما میزنید؟ ما بابا تو بازار ماشین بزرگ شدیم خودمون، اصلا من با ماشین رشد کردم، از اولین ماشینایی که وارد ایران شدم من تو کار ماشین بودم تا به امروز که مثلا با 100 تا شرکت کار مثلا خرید و فروش انجام میگم. ببین چیز جان، مثلا حسن آقا جان میخوام که قیمتش مناسب، این حرفا چه به ما میزنه قیمتش مناسب باشه یعنی چی؟ ما خودمون این کاره ایم، قیمت شناسیم، ماشین شناسیم، با 100 تا مثلا شرکت رابطه داریم. این بعضی اینجوری میکنن. خوب اینو داشته باش، حالا دقت. این یه نکته داشتی دیگه هم هست باز به همین. صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. قنق یعنی مهمان. خب پس صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد. یک بهیمه داشت در آخر ببست، او
به صدر یا به صدر صفه با یاران نشست. پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یا پیش. خب بگه یه آقای صوفی بود. خب میدونید که درویش ها و صوفی ها میگشتن، مرتب در حال سفر بودن، برای اینکه میگفتن که ما باید در جهان گردش کنیم، اولیای خداوند رو ببینیم، با جهان هستی آشنا بشیم، درکی از مفاهیم جهان هستی به دست بیاریم، مسئولی از این دست. خب ایشون رفت و بالاخره رسید به یه خانقاه، جایی هم که نداشتن مهمان سرایی، نه که نداشتن بیچارهایی، پول نداشتن اصلا، میرفتن تو خانقاه. تو خانقاه اون مرکز درویشا بود که هر جایی یه خانقاهی اگه شهری بود میرفتن اونجا شب پسن میخورد. یه وقتا یه چیزی گیرشون میاد میخورن، یه وقتا گشنه میخوابیدن، چون کسی ملزم نبود که به درویش حقوقی بده. خب بعد میگه این رفت اونجا و درویشای دیگه هم بودن، ایشون رفت قاطی اون. میگه دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست آثار قدم. همچه صیادی سوی اشکا شد، گاو آهو دید و بر آثار شد. چند گاهش گاو آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رفت. دیگه این آقای صوفی رفت با بقیه صوفی ها نشست و دمخور شدن با هم دیگه. خب اون هم که وقتی دورم میشستن راجع به خدا و راجع به حق و حقیقت و سیر و سلوک و این حرف ها صحبت میکردن. دیگه میگه که زاد توفی عادل اسپید اوست، یعنی صوفیانی که قلب پاک دارن حقایقی از جهان هستی در قلبشون چیه روشن میشه و اینا شعر میکنن. این آثارشون اینه، چیزشون اینه، به اصطلاح چی میگن سرمایهشون، به قول من سرمایهشون. بعد مثالی که میزنه خیلی جالبه، این که اصلا چرا اینها بیشتر در دنیا مسافر بودن، بیشتر میرفتن برای اینکه به دنبال حقیقت میگشتن. بعد میگه که زندگی اینا مثل اون کسانیش که شکارچی، اینو یه بار قبلا گفته بودن، شکارچی تا یه دوره‌ای که دنبال شکار میره از رد پای شکار مسیر شکار رو پیدا میکنه، میره دنبالش، تا یه جایی میرسه که دیگه رد پا مهم نیست، بوی مشک آهو اینو به سمت خودش جلب میکنه. یعنی نشون میده که به ویسینیتی رسیده، به نزدیکی اون رسیده. خب این هم میگه داشته باشید، چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زنگام در کام میرسید. رفتن یک منزلی بر روی ناف، بهتر از صد منزل گام و تواف. یه اگر یه نفر به اصطلاح یک منزل راه بره، یعنی به اون مرحله برسه که بوی ناف آهو رو درک کنه، خب این خیلی راحت‌تر و سریع‌تر به سر منزل مقصود میرسه تا کسی که مرتب حالا هی دنبال مسیر پای آهو داره میره، هی باید این برانور بره دیگه، چون آهو این برانور میره، پشت میره، راست میره، دوره تپه میچرده، ولی بوی آهو طور مستقیم میانبار میرسونه به خود آهو. تمشکر. به همین دلیل میگه که اونهایی که عارف هستن به یک مرحله‌ای که نزدیک میشن به خداوند، دیگه خداوند نیروی مغناطیس خداوند اونها رو به سمت خودش چیکار میکنه میکشه. خیلی تمثیل بسیار زیباست اگر آدم دقت. بعد میگه آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خیش بیند بیش از آن. این خیلی جالبه، میگه تو توی آینه خیلی چیزا رو میبینی خیلی قبل از اینکه تو بشه، آینه خیلی باید کار کنی تا صیقلی بشه، ولی پیر در خشت خام همه چیزی که تو آینه میبینی اون میبینی، یعنی یه میانگوره بسیار نزدیک. بعد میگه پیر ایشانند که این عالم نبود، جان ایشان بود در دریای. پیرها اونایی که اولیای الهی هستند، اینا قبل از اینکه اساسا جهان هستی به وجود بیاد، اونا خداوند اونها رو خلق کرده بود و درکی از جهان هستی داشت. حالا اون بحث جداگانه که بعد بشه. خب میگه حلقه آن صوفیان مستفید، چون که در وجه و طرف آخر رسید، خان بیاوردن بهر میهمان، از بهیمه یاد آورد آن زمان. میگه وقتی که
اینا نشستن و قرار یه قضایی با هم بکنن، یاد حیوانش افتاد، یاد خرش افتاد که برای یه خری سوار شده بود و اون خرش داشت دور دنیا می‌چرخید. بعد چیکار کرد؟ صدا کرد، خودش میخواست قضا بخوره، یاد خرش افتاد، این خر ما بیچاره گشنه است تو آخوره، من باید به فکرش باشم یه سفارشی براش بکنم. به اون خادم رو صدا کرد، خادم خانقاه صدا کرد، گفتش که گفت خادم را که در آخور برو راست کن بحر بهیمه کابوچو. گفت لاحول، این چه افزون گفتن است، از قدیم این کارها کار من است، دقت کنید. اینجاست که اون حسن آقا اومد بهش میگه که ببین جناب مثلا حسن آقا، برو توی آخور، من این خرم رو بستم، بیچاره راه درازی باش اومدم، این خرم رو پیرم هست، راه درازی هم اومدم. حالا من دیگه خلاصه میخونم، ولی بعد میخونم شعرش. این هم پیره، هم راه زیادی با من اومده، لطف کن برو اینو بهش کاه و جو این حرف رو حتما بهش بده، ضمناً دندوناش چون پیره سسته، این جوها رو آب بهش بزن بعد بده بخوره. بعدم این بنده خدا، این خره من همینطور با پالون روش گذاشتم، روش هم سوار بودم، پشتش زخمه، یه به صلاح داروی چیزی روی پشتش هم بمون، بعد نمیدونم چه میدونم به نعلش هم مثلا نگاه کن، اگر نعلش خرابه یه مثلا یه میخی هم به نعلش بزن، یه وریه پرست. اونم هی هر کلمه که دیگه آقا اختیار دارید، این حرفا چیه میزنید، ما خودمون این کارا هستیم، نیاز نیست شما به ما توصیه کنید، فلان کنید، بیسا کنید، زبون بازه. گفت خادم را که در آخور برو راست کن بحر بهیمه کابوج. گفت لاحول، استغفر الله، این چه افزون گفتن است، از قدیم این کارها کار من است. گفت تر کن آن جوش را از نخست، کن خر پیر است و دندانهاش سست. گفت لاحول، این چه میگویی مها، از من آموزن این ترتیب ها، میگه ما خودو میکاریم. گفت پالانش برونه پیش پیش، داروی منبل بنه بر پشت ریش، داروی منبل هم داروی که روی زخمی. گفت لاحول، آخر حکمت گذار، جنس تو میهمان آمد صد هزار. میگه بابا صد هزار دیگه مو اسم آمده، ما این کارا رو دیگه از بری خود اون کارمون رو بلد، این کارا رو میکنه. جمله راضی رفتن از پیش ما، هست مهمان جان ما و چی خیش ما. دقت کنید، این همون زبون بازی های اون شیطون است عزیزم. این حرف چی شما میزنید؟ من خودم خیرخواه شما هستم، اصلا تو نمیخواد بگیم، من خودم جان نثارم، تو نیاز نداره، همقدر که شما تشریف بردید منت رو سر ما گذاشتی، من دیگه نوکر شما هستم. ببینید این حرف هاییست که شیطون داره میزنه، دقیقا این شطرنج بازی است که داره با شما دقت. بعد میگه که گفت آبش ده ولی که شیر گرم. گفت لاحول، از تو هم بگرفت شرم. گفت اندر جو کمی، گفت اندر جو تو کمتر کاه. گفت لاحول، این سخن کوتاه. گفت جایش را برو بر سنگ و پشک، بر مبتر ریز بر بی خاک خشک. میبین میگه زیرش هم نگاه کن، اگر خیس میشه لطفا یه خود کاهماه بریزی، بیچاره میخواد شب خره بخوابه زیرش خشک بشه. گفت لاحول، ای پدر لاحول کن، با رسول اه کمتر گوش خون. گفت بستان شانه پشت خر بخواب. گفت لاحول، ای پدر شرمی بدان. ببینی میگه یه کشو هم بهش میگه بابا این حرفا چه به ما میزنی، شرم کن، این حرفا به من نزن، من خودم این کارم، شما همینقدر که خرتو آوردی سرویس فول سرویس 100% من در خدمت شما، خر شما کامل بهش رسیدگی میشه، اصلا نیازی نیست به من بگی این کار کن کن، این اصلا جزء استانداردهای خدمات ماشینی ماشین نمیبری سرویس آبشو نگاه میکنه روغنشو فیلترشو نگاه میکنه، اما همه کار خرید انجام. خیلی زیبا این مولون است، آدم واقعا میکنه چقدر انگار که خودش خادم اون چیزه، این مولان انگار که خادم اون به اصطلاح چیم خانقاهه، تمام درس از حفظه،
ببین داره نقش بازی میکنه دیگه. ببین مولانا خودشو هم در نقش اون خادم خانقاه قرار داده، داره نقش ایفا میکنه و از زبان اون سخن میگه، هم خودشو در نقش این درویش قرار داده، از زبان درویش حرف میزنه، حالا تازه از زبان خرم صحبت میکنه. این خیلی جالب، دقت کن. خادم این گفت و میان را بست چست، گفت رفتم کجا آرام رفت. گفت قربان شما تشریف ببرید توی خانقاه، خیالتون راحت، شامتون رو میل کنید، من رفتم که اول کاوجو رو بیارم که خیس کنم و اینا، کمر بست و دویدم. اینا خیالش راحت، اوخه عجب خادم خوبیه، خدا بدهش رو بیاموزه. ما دیگه خیال مسخره راحت شد، بریم حالا دیگه به خودمون برسیم. حالا رفت اون خادم این گفت و میان را بست چست، گفت رفتم کاهوجا آرام رفت. رفت و از آخر نکرد او هیچ یاد، خواب خرگوشی بدان صوفی بدان. رفت خادم جانب اوباش چند، کرد بر اندرز صوفی ریش خند. صوفی از ره مانده بود و شد دراز، خواب ها می دید با چشم فراز. این بیچاره صوفی دیگه خیش راحت شد، شامش خورد، بره بخوابه دیگه، خستم بود دیگه، گفت دیگه خیال باید. اما ولی خادم چیکار کرد؟ آه جون احمد، این رفت اونم رفت، اون رفت دنبال عیاشی و پدر سوخت بازی خودش با اوباش موباش ها، رفت دنبال کارهای خودش. اون خره بیچاره هم پالون رو کودش و آب نخورده، قشون نشده، زیرش خیس، نمیدونم فلان، همینطوری ول معطل، بدون غذا، بدون کار، بدون آب. صوفی از ره مانده بود و شد دراز، خواب ها می دید با چشم فراز. کان خرش در چنگ گرگی مانده بود، پاره ها از پشت و از رانج می رود. دیگه صوفی خوابیده بود بیچاره، اما وقتی خواب بود کابوس می رود. یه گرگی به خرش حمله کرده، داره ازش گوشت میکنه. دیبر گفت لاحول، این چه مالی خولی هست، ای عجب آن خادم مشفق کجاست؟ باز میدید آن خرش در راه رو، گه به چاهی میپتاد و گه به رو. گونگون میدید ناخوش واقعه، فاتحه میخواند و او بلغاره. گفت چاره چیست؟ یاران جستند، رفتند و جمله درها بستند. باز می گفت ای عجب آن خادمک، که نما نکه با ما گشت هم نان و نمک. من نکردم بابه لایوت و لین، او چرا با من کند برعکس کین. ببینید این خوابیده بود، هی خوابای بد می دید، پریشان بود، بعد با خودش می گفت آخر او چرا باید به من ظلم کنه، من که باش کاری نداشتم، من که به خادم ظلم نکردم، حالا یه دستمزدی هم بد میدادم که بهش دادم، بدون یه بالاخره یه دستمزدی با من خدمات بد میدادم، من که دادم که چرا بس باید با من این کارا رو بکنه. تو خواب و رویای خودش اینو میگه، ولی خب میگه این اتفاقات تا صبح بشه. بعد میگه که مولانا میگه هر عداوت را سبب باید سند، ورنه جنسیت وفا تعریف. باز میگفت آدم با لطف وجود، کی برای ابلیس جوری کرده بود. باز میگفت آدم با لطف وجود، کی برای ابلیس جوری کرده بود. آدمی مرمار و کجدم را چه کرد، کو همی خواهد مرو را مرگودن. باز میگفت این گمان بد خطاست، بر برادر این چنین زنم چرا. ببینید این همه اون توهماتی است که این درویش به خودش داره. اگه طرف گفتش که چرا من این خوابای پریشون رو دارم می‌بینم، من دشمنی با این نکردم، من گفت خب آره آدم هم با شیطان دشمنی نکرد، ولی شیطان پدر آدمو در آورد. یا مثلا ما با مار و کجدم کاری نداریم، ولی خوابیدیم ماره میاد نیشمون میزنه، به خصوص کجدم میزنه آدمو، مار نمیزنه. مار اگه خوابیده باشی کاری نداشته باشی باید کاری نه، ولی اگه کجدم بیاد، کجدم از روی شما خوابم که باشه کاری نشته باشه، به هر جایی که برسه گوشت باشه، حس کنه یه چیز زنده است، نیش میزنه. برحال اینطوری میگه، این اینطوری هم هست.
بعدم بهش باز میخوادشون نه من نباید نسبت به این به صلاح خادم بدگمان باشم، این کار زشتیه، به ما بدی که نکرده تا این لحظه، بعد صبح بشه دیگه. حالا این صحنه تمام میشه، مولانا میره تو صحنه آخر، میره تو صحنه خره، میگه آخر مسکین میان سنگ و خاک کش شده پالان دریده، میگه آخر مسکین میان خاک و سنگ کش شده پالان دریده پالهن، کشته از ره جمله شب کشته از ره جمله شب شد بی علف، گاه در جان کندن و گه در طلب، خر همه شب ذکر میکرد ای اله جو رها کردم کم از یک مشت کاه. خره بیچاره پالونش رو سرشه، زیرش هم روی خاک و سنگ و این حرفا خوابیده، زیرش هم که خیسه، پشتش هم که زخمه و این حرفا، در رنج زخمه این حرفا هم دیر میکشه، بعدم بی علف و به غذا هم که مونده، به خدا رو به خدا کرد، میگه خدایا جو نخواستیم یه ذره کاه یه جا به ما برسته که ما در گشنگی میبینیم. اینم از زبان خره. بعد با زبان حال میگفت ای شیو رحمتی که سوختم زین خام شوخ، با زبان حالش میگفتش که ای بزرگان، یعنی ای اهالی خانقاه، من یه رحمی کسی رحم بود این خام شوخ، منظورش این به اصطلاح خادم منو کشت از بیعلفی بیابی این زحمت هایی که دارم، بس به پهلو گشت آن شب تا سحر آن خر بیچاره جوعل بغر، روز شد خادم بیامد بام زود پالان جست و برکشتش، خر فروشانه دو سه زخمش بزد کرد با خر آنچه زان سگ میسته زد، خر جهنده گشت از تیزی نیش کو زبان تا خر بگوید حال خیش. میبینید این خره بدی یا رو آدم بدجنس قبل از اینکه خود به زلال صوفی بیچاره بیاد بالا سر خرش، اومد بالا سر خره و چگاه کرد این پالونش یه وری افتاده بود و فلان میساد، این پالون گرفت انداخت به کولش و مثلا زیر بند شکمش رو بست و یه دوتا مثلا نیش هم زد، به قول معروف سیخون بیخ هم زد، یه خره پنید از جاش بیچاره خبردار شد، ظاهرا خر سرحال استاد دیگه، ولی خب درون خر چیه؟ حالا من یه بریک بهتون میدم تا ببینیم که این صوفی وقتی به سراغ خرش با چه واقعی روبرو میشه. یه بریک داشته باشی، من استاپ شیر بکنم، برگردم پیش دوستان زومی خودم، یه سلام مجددی، شما یه استراحتی بکنید، یه پذیرایی از خودتون بکنید، من این ریکورد رو هم داشتم. This meeting is being recorded. خب عرضم به خدمتتون که اینجا بله داستان اون خره رو داشت میگفت که به اصطلاح این خره بیچاره چیز شد، خره بیچاره رو با شرایط بدی شب رو گذرانده بود و آرزو داشت که فقط یه خورده کاه بخوره. خب خری که رای دراز اومده شبم نخوابیده، نمیدونم پشتش هم که به قول این ریشه، به قول هم زخم هم که پشتش هم داره، غذا هم که نخورده، آب هم که نخورده، استراحت هم که نکرده، حالا صبح دو سه تا به سراسی خب میخوام به ایش زدن که این الرت میشه، به قول برو سربا بایستده، میخواد حرکت کنه با صوفی بره، میگه چون صوفی برنشسته شد روان، رو در افتادن گرفت او هر زمان، هر زمانش خواب برمی داشتن، جمله رنجورش همی پنداشتن، آن یکی گوشش همی پیچید سخت، واندگر در زیر کامش جست لخت، واندگر در نعل او می جست سنگ، واندگر در چشم او می دید زنگ. ببینید خره رو نمیتونست بره بیچاره دیگه، میخور زمین دیگه. خب من رو فکر میکردن که این شب سرویس شده، شب خدمات رسانی شده، چرا این نمیتونه راه بره؟ فکر میکردن مریضه، فکر میکردن اتفاقات هی
دنبال به اصطلاح علتهای اشتباه میگشتن. علت اصلی رو چی گم کرده بودن، نمیدونستن چی. باز میگفتن ای شیخ این ز چیست؟ باز میگفتن ای شیخ این ز چیست؟ دی نمیگفتی که شیخ این خر قویست؟ بهش میگفتن شما که شیخ میگفتی خر من خر خوبیه فلانه، چرا اصلاح نمیتونه بره؟ گفت آن خر کو به شب لاغول خورد، جز بدین شیوه نداند راه خورد. یا خر که گفت آن خر کو به شب لاغول خورد، جز بدین شیوه نداند راه کرد. چون که قوت خر به شب لاغول بود، شب مسبح بود و روز اندر سجود. یه خری که شب تا صبح لاغول خورده، یه رو میگم لاغول لاغول، این حرف لاغول میکار نکن. گفت شبی که شب تا صبح لاغول خورده بیچاره سرویس نشده، کن راه رفتنش هم توی روز همینه دیگه، شب داشته تصویر میگفته ناله میکرده بیچاره تا صبح، روزم سجده میکنه بر راه که بیره میکنه سرش میاد کنه. حالا جنبندی مولانا میگه آدمی خوارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دم دمه. همچه خادم دان مراعات خسان، بی کسی بهتر زش به اینا کسان. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست خاکی تو. این چقدر بیان زیبایی داره میکنه. بگه ببین اولا مردم یه دشون آدمی خورن، آدم خورن مثل اجدها میمونن. بعضی از مردم ظاهرشون آدمی، باطنشون اجدهاست. پس بنابراین باید مراقب باشی با کی داری حرف میزنی، با کی داری معامله میکنی. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. همچه خادم جان مراعات خسان، بی کسی بهتر ز عشوه ناکسان. که آدم دوست نداشته باشه بهتر از اینکه دوست نواب داشته باشه. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. میگه تو خان توی زمین عاریتی دیگران خونه نساز، برو تو زمین خودت خونه بساز. یعنی چی؟ یعنی کاری که مسئولیتش رو داری خودت انجام بده، به وعد و وعید دیگران بسنده نکن. حالا مثال اینجا اینکه اگر خر داری برو خودت کاوچوشو بهش بده، نه وسوسه اینا رو گوش نکن که بله ما این کار بکنم، بله ما اون کار میکنیم، تو هم دلت خوش باشه رها کنی بریم. بعد حالا اون بیگانه یکیش هم تن خاکی تو. یعنی چی؟ یعنی روح تو و اندیشه تو خودتی، همونجور که مولانا میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. میگه تن تو بیگانه است برای تو، این تن عاریتیست. اون چه که واقعیت توست روح توست و قلب توست و اندیشه توست و درک و فهم و بینش توست، اصل تو اونه، این آری است. خب ببخشید دیگه، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی، جوهر خود را نبینی فرقی. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گنده او پیدا شود. مشک را بر تن مزن بر دل بمان، مشک چود نام پاک سلطان. یه تن تو به اصطلاح حتی اگه لای مشک تن خودتو بپیچی، ولی وقتی که مردی او گندش در، ولی که لای مشک برای میگه این مشک رو به تنت نمون، به جانت بمون. بعد میگه مشک چیه؟ مشک نام چی؟ زلجلاله، نام خداوند. نام خداوند رو بر قلب خود جاری کن و همیشه زیبا و خوشبو باقی خواهد. بعد میگه که آن مرافق مشک بر تن میده، روح را در قلب برخن میده. ای برادر
تو همان اندیشه‌ای مابقی تو استخوان و ریشه. گر گل است اندیشه تو گلشن، ورگ و برخاری تو هیمه گلخن. حق قیامت را رقب از آن روز کرد، روز بنماید جمال سرخ و زرد. پس حقیقت روز سر اولیاست، روز پیش ماهشان چون سایه هاست. این سبب عیسی بدان همراه خود در نیامیزی یا خد این سبب عیسی بدان همراه خد در نیامیزی آن اسم سمد. این چقدر قشنگ جمع‌بندی کرد از همه داستان رسید به داستان عیسی و اون طرف. دقت کنیم، میگه که تو این تن مثل اون ابله هست، اون ابلهی که نباید مشک رو به دست او میدادی، چون اگر مشک به دست اون ابله داده میشد گندش باز در، ولی این مشک رو به دست کی باید بدی؟ به دست عیسی بدی. ولی این مشک چیه؟ اون نور ذوالجلال، نور ذوالجلال الهی است. میگه که ای برادر، تو همان اندیشه ای، مابقی تو استخوان و ریشه ای. گر گل از اندیشه، تو یکی از اون درستایی که مولانا داره به ما میده دیگه، گر گل از اندیشه تو گلشن، اگر مغز و روح و اندیشه و بینش تو گلگونه باشد، هم خودت وجود تو همیشه گل و گلستان و برگ و بدخاری تو هیمه گلخن. اگر ذهن تو خار باشه، تو هیزم گلخن. گلخن اون چونه همون که به صدا چوباره میریزن توش آتیش میزنن که همون گرم شه. من حالا نکته جالب میگه چرا خداوند میگه روز قیامت، نمیگه شب قیامت؟ میتونه قیامت روز باشه، میتونه شب هم باشه، چه اشکال داره؟ شب قیامت. میدونی برای چی میگه روز قیامت؟ مثال میگه که حق قیامت رو لقب زان روز کرد کو روز بنمای جمال سرخ و زرد. می خداوند به همین دلیل گفت روز قیامت که در روز زرد و قرمز از هم تفکیک داده میشه. میبینی روز، میبینی قابل تشخیصه، اونایی که قرمزن، اونایی که زرد، اونایی که چهره زیبای به اصطلاح برافروخته و خوشحال دارن، اونایی که زرد و پژمرده و مریض احوالن و منظور کفارن و مثلا مؤمنان هست. میگه این، میگه روز قیامت به این دلیل، این نمادین، این اسم روز قیامت. بعد میگه که پس حقیقت روز سر اولیاست، روز پیش ماهشان چون سایه ها. دیگه روز سر اولیای الهی است. یعنی چی؟ یعنی بصیرت اولیای الهی حتی از روز هم روشن داره، اونقدر روشنه که روز در مقابل نور ماه تا به قلب اونها مثل سایه است. تازه یعنی اینقدر اون نور قلب اونها زیاده که روز برش مثل سایه. خیلی خیلی تعبیر فوق‌العاده زیبایی. زین سبب عیسی بدان همراه خد در نیامیزی، در نیامیزی کسی بسند. میگه به همین دلیل بود که حضرت عیسی به او یاد نداد به اصطلاح اسم سمد، اون اسمی که بر مرده ها میخونن تا به قول معروف روشن بشن، زنده بشن. برای چی؟ برای که اون بینش اینو نداشت. رفت کار کرد، شیر رو زنده کرد. رفت شیر رو زنده کرد، شیری که خودش رو حلال کرد و از بین بود. ولی عیسی که نمیره شیر رو زنده کنه، عیسی اون کاری رو انجام میده که خدا بهش میگه و درست انجام بده. و کی رو زنده کنه؟ یکی مثلا پسر نوح زنده کرده بود حضرت عیسی یه بار، و چند نفر دیگه، یا فلان بیمار رو در فلان جمع مثلا بیمارش رو خوب کرد که آثاری از مثلا معجزات الهی باشه و مثالی هست. پس بنابراین این هم هست. این من دیگه وقتمون اینجا به پایان رسیده، دیگه نمیخوام وارد به اصطلاح این قصه چیز بشم، به قول معروف کمپیرزن، به قول یافتن شاه باز را به خانه کمپیرزن، اینو میذاریم واسه جلسه آینده میخونم. ولی من میخوام الان اسکلیشه رو متوقف کنم، چون یه چند دقیقه وقت داریم، نذاریم خانم شهرزاد، خانم وفایی امروز به همون فیضی نرسونن.
من خواهش کنم و همچنین آقای جناب فرهنگ اگر تشریف دارن یه شعری مطلب چیزی هم ایشون برام بخونن، حالا چون چند دقیقه وقت نمیخوام اون قصه ناتمام بشه. خب خانم شهرزاد، چون شما الان تصویرتون رو من میبینم، ما از اون خواهش کنم که یه شعر قشنگ برامو بخونید که ما امشب به هر حال دست خالی هم نریم. جناب فرهنگ هم قرار بود بین بریک برامو صحبت بکنن، حالا فرصت بهشون میدیم که از فیض وجود ایشون هم بهره مند بشه. اول خانم شهرزاد رو گوش کنیم، بعد جناب فرهنگ یا خانم وفایی هم آمادگی داشتن که چه بگید. خب بفهمید. بله، یه شعر کوتاه براتون میخونم از آقای فاضل نظری. بله حتما. دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفت. آه از آینه که تصویر تو را خواب گرفت. خواستم نوح شوم موج غمت غرقم کرد. کشتیم را شب طوفانی گرداب گرفت. در قنوتم ز خدا عقل طلب می کردم. عشق اما خبر از گوشه محراب گرفت. نتوانست فراموش کند مستی را، هر که از دست تو یک قطره می ناب گرفت. کی به انداختن سنگ پیاپی در آب، کی به انداختن سنگ پیاپی در آب، ماه را می شود از حافظه آب گرفت. سپاسگزارم. بسیار عالی. مرسی. عالی بود. دستتون در نکنید. خیلی عالی. دوستان دارن تشویقتون میکنن حسود. بله. شما اگه سنگ رو توی آب بندازید، ممکنه تصویر ما به صدا متشنج بشه، اما هرگز از بین نمیره. خیلی یعنی پایداری حقیقت همچنان باقی است. بسیار ولی خب جناب فرهنگ عزیز بزرگوار بفرمایید. شود که با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، سپاسگزارم از شما جناب دکتر چایچی، از آموزش های خوبی که به ما میدید، و جناب دکتر کلانتری که اسم من رو بردن و من متاسفانه نتم قطع شد و رفتم بیرون تو مرتبه برداشتم. خب من هم لذت بردم از بحثی رو که خانم وفایی، خانم محترم و خانم وفایی شروع کردند و جوابی که دوستان عزیز بهش دادند، بهشون دادند، و بحث جالبی بود. من فکر میکنم منم به طور خلاصه اگر بخوام بگم، شعرهای بزرگ ما از حکمت، پند، ذم ریاکاری خصوص حافظ میگه و صداقت، و شاید فردوسی میگه از به اصطلاح دلاوری و چی بگم، حماسه، حماسه آفرینی میگم. ولی مسئله اینه که ما چقدر اینا رو میپذیریم و میگیریم و یاد میگیریم. خیلی ها رو ممکنه بخوانیم ولی نیاموزیم، یا در خودمون اون احساس رو زنده نکنیم. این یه مقدار بستگی داره به اون ذات ما که مثلا چقدر پند درستی و راستی رو بشنویم. ولی اگر ذاتمون آدم ریاکار و خرابکاری باشه، آدم دروغگویی باشه، آدم شارلاتانی باشه، اونو کمتر میگیم. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، اینو نمیتونیم به کار ببندیم. من مثلا خانمی هست که خانم وفایی میشناسه، خانم آزیتا هم میشناسه، خانمی بود به نام خانم جوادی. این بنده خدا بسیار جسم ناتوانی داشت،
سه چهارم معده را برداشته بودن، بستانها را برداشته بودن و نمیتونست غذا بخوره. در این حال انقدر این خانم شاد بود و انقدر دیگران را به شادی وامی داشت و هیچ به فکر این ناتوانی خودش نبود. من کنار دستش نشسته بودم، میرفتیم برای اون انجمنی که داشتیم و ایشون یکی از کسانی بود که میرفت بالای صحنه و صحبت میکرد. بسیار هنرمند بود، میرقصید، آواز میخوند با اون وضعیت که از پهلو تغذیه میشد، دیگه نمیتونست چیزی بخوره، به دیگران انرژی میداد، حالش دیگران را خوب میکرد. قرار شد ما دیگه نگیم انرژی مثبت، چون انرژی منفی در مقابلشه که انرژی منفی نمیشه. حال دیگران را بسیار خوش میکرد این خانم با اون جسم ناتوانش. وقتی که مرد من در مراسمش گفتم که این بیت مولانا را ایشون پذیرفته بوده. جمله از طلب این اون بیت مولانا رو اولش میاد، ولی اون بیت مولانا رو گفتم که اینو ملکه ضمیر خودش قرار داده بوده و واقعا قبول کرده بوده. ما هم ممکن همون بیت رو بخونیم ولی نتونیم اونو در وجود خودمون پیاده کنیم و اونو الگو قرار بدیم و باورش داشته باشیم. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. یه وقت که من کنار دستش بودم، دختر خانمش از کانادا زنگ زد و گفت مادر تو با این وضع یک خودی به فکر خودت باش، فلان مواظب باش، اینقدر تلاش نکن. گفت مادر جون من الان درسته این حالت رو دارم، ولی همین که میتونم در جمع برم بگم بخندم دیگران رو شاد کنم، چرا این کارو نکنم؟ شاید فلان حالت رو داشتم. یه چیزی گفت که خیلی بدتر از اون، که همه از بوی من فرار میکردن، اون بهتر بود. پس حالا که اونطور نیستم من بسیار خوشحالم. گفتم که واقعا این خانم طاهره جوادی یک موجود استثنایی بود و این رو آموخته بود و به کار برده بود. حالا ما ممکنه خیلی از این چیزها رو بخونیم ولی به کار نبریم. این دیگه بستگی داره که ما چقدر پذیرش اینو داشته باشیم یا استعدادش رو داشته باشیم، توانش رو داشته باشیم که بخوام این چیزها رو بسیار مرسی، دستتون در نکنه. من در واقع با شما معتقد هستید که اون بستر ضمیر وجود ماست که میپذیره این چیزها رو و قبول میکنه یا نه. چی رو به قول حضرت مسیح توی چیز میگه دیگه، توی بایبل میگه که کسی بذری را میریخ پخش میکرد، بخشی از این بذرها بر به اصطلاح شورزار ریخته میشد، برگ سبز نشد. بعضی ها بر سنگلاخ ریخته شد، جوانه زد ولی دوام نیافت، و بخشی بر زمین های حاصلخیز ریخته شد و اونها هم جوانه زدن و هم به بار نشستن. بسیار قشنگ. بله دقیقاً همینطور. بخشی به من دقیقاً همینطور. ممنون از توضیح. من نکته شما رو گرفتم. خیلی ممنون جناب. خب آقای دکتر، ما تازه می‌خواستیم بگیم چشممون به جمال شما روشن شد، این اینترنت لاینساف، ولی الان دوباره چهره زیبای شما مزین، یعنی این صفحه کامپیوتر مزین شده به چهره زیبای شما. شما خیلی بزرگوارید. این سیستم یه خود جنگولک بازی در میاره با ما، یه وقتا کشش نداره یه وقتا کشش داره، نمیدونم. حالا دیگه توفیق شد که ما در خدمتون باشیم. حتی من که جمال زیبا و مهربان همه شما رو میدیدم، ولی حالا شما شانس آورده بودید ما رو نمیدیدید. یه بعد از بد اقبالی و بد حادثه بوده، وگرنه چهره نازنین شما که خیلی هم
مقبول و خیلی هم زیباست. من فکر کنم همون که گفتیم این همه زیبایی رو این کامپیوتر و مرکز کشش نداره. دقیقاً. زیبایی بیرون و درون. این نشون داد که واقعا شما شاگرد حافظ هستی ها. بلدی که چگونه از واژگان به زیبایی استفاده بکنی. خدا خیلی. خب من الان دیگه از ساعت 8 گذشته میخوام که از حضورتون با اجازهتون دیگه خدافظی بکنم و بذاریم ایشالله جلسه هفته آینده من روی زوم فقط کلاس خواهم داشت، ولی برای به سر سالن توی ابن سینا نیست، ولی روی زوم کلاس خواهیم داشت. هفته بعدش دیگه من کلاس نه توی زوم و نه توی زومه، بعد از اون دیگه وقت باز به مرتبه با حالت عادی برمیگرد. خیلی متشکرم از محبتتون رو توجهتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و انشالله هفته آینده روی زوم هم دیگر رو ملاقات. متشکرم. ممنون، مرسی واقعا. ممنون، شبتون خوش. خیلی ممنون از توضیحاتت. شب عالی بود. مرسی. خیلی ممنون، شبتون خوش.